برای اینکه واقعا بریم ببینیم چی داره میگذره تو پس این جامعه، با چه توجیهاتی تحت عنوان اینکه اینا به ما گفتن، ما که یاد نگرفتیم، ما چی کار کنیم؟ نه، وظیفه انسانی آدم ها کجاست؟ مسئولیتی که ما انتظار داریم، ما از قاضی و قضات و نمیدونم عناصر این رژیم میگیم مسئولیت پذیری، دادخواهی، بعد خودمون کمترین مسئولیتمون حاضر نیستیم به عهده بگیریم. مسئولیت این که این همه بحث کشتار همجنسگرایان تو ایران بوده، بعد البته من بگم من اصلا معتقد نیستم کشتار وسیعی بوده اعدام‌های، اساسا نه. سرکوب دوستان عزیز فقط نابودی فیزیکی نیست، خودکشی‌هایی که اتفاق می‌افته، عملهای تغییر جنسیتی که تو ایران اتفاق می‌افته، و کسی اینجا شما در هیچ نشریه سیاسی نمی‌بینی راجع به این قضیه حرف زده باشن. هزاران آدم زیر تیغ جراحی میرن که نابود میشن، لازم نیست اعدام کنن اساسا، یا از کشور دارن خارج میشن یا خودکشی میکنن یا زن و مرد مشخصی که اونا میخوان باید بشن زیر تیغ جراحی ناقصشون. تقلیل گرایی که ما در بخشی از آکادمیسیان ها و فعالین جنبش زنان امروز میبینیم میبایستی مورد نقد قرار بگیره. ایشون صحبت از این کردن که ما در واقع برخی تغییرات داره به طور تدریجی و آهسته صورت میگیره. ببینید اینکه ما 34 سال باید صبر بکنیم تا اینکه یک رئیس جمهوری سخنگوی وزیر امور خارجش رو که فاقد هر گونه اختیاری در عرصه سیاسی سطح داخلی هست، یک زن معرفی بکنه و امروز ما بشینیم اینجا و تایید بکنیم و کف بزنیم بگیم گفتمان داره در تا مسائل زنان تغییر میکنه، نشون میده که چقدر ما رو به این حداقل ها به هیچ ها راضی کردن. و به همین دلیل من میخوام بگم که اولا ما از تغییر گفتمان در مورد مسائل زنان در ایران نمیتونیم حرف بزنیم. هنوز گفتمان اصلی حول عفاف و حجاب زن میگرده و اثر کنترل بدن زن میگرده. هنوز همچنان ما با این مسئله روبرو هستیم که حرف آخر رو فقها و شورای نگهبان میزنه در عرصه قانونگذاری و محور سیاستی که امروز داره پیش میره، اون چه که به طور روزمره زندگی زنان رو اگه ما بخوایم بهش دقت بکنیم و اساسا از این موضوع بحثمون رو ادامه بدیم، متاسفانه ما با یک وضعیت اسفناک روبرو هستیم که زنان نه تنها اختیار بر بدن خودشون و پوشیدن لباسشون ندارن، بلکه ما با سهمیه بندی جنسیتی تو دوره قبل روبرو هستیم و زنانی که تا به حال تونستن توی یک عرصه هایی هم در سیاست کلان دخالت بکنن، چه تحت عنوان مقاماتی مثل خانم افخم یا مثل خانم ابتکار یا مثل خانم حقیقت جو نمایندگان مجلس تو دوره‌های مختلف، عملا نتونستن به دلیل ساختار دولتی کار زیادی رو از پیش ببرن. در واقع حرف آخر رو جنبش‌های اجتماعی خواهند زد. این سوال وقتی میگیم همجنسگرایی آیا ژنتیک هست یا نه، در حقیقت پیشفرضمون اینه که ما یک ژنتیک نرمال داریم، طبیعی داریم و جای این ژن‌ها دچار اختلال میشن یا تغییر میکنن بنا به هر عاملی که بخششون ذکر کردن و این باعث میشه که فرد همجنسگرا بشه. اساس ایراد من به این سوال این هست، چون من میتونم بگم که دیگر جنسگرایی ژنتیک هست، شما بیاید ثابت بکن، بعد به خیلی ها برخواهد خورد، چون بعد میگن که یعنی چی، یعنی ما اشکال داریم. بحث بر سر اینه که وقتی ما واژه ژنتیک رو استفاده میکنیم، در حقیقت داریم دنبال دلایل اشکال میگردیم. از اونجایی که من همجنسگرایی رو نه یک اشکال میدونم، نه یک پدیده خارج از نرم میدونم، طرح این سوال رو در خدمت این مسئله میدونم و در پاسخ به این سوال اجازه بدید، وقتی که میگین که به این تحقیقات اشاره میکنین، مثلا تحقیق دین همر که ایشون بهش اشاره کردن سال 93 با جار و جنجال منتشر شد و بعدها هم نشریاتی اومدن حتی در نشریات علوم پزشکی، و من اساسا این رو به عنوان یک حرف آخر نمیگیرم، چون علوم پزشکی در دوره های بسیاری بسیار شقاوت کردن در حق همجنسگرایان. ما اینو نمونه هاشو در فاشیسم آلمان داریم، بیرون آوردن تخم مردان همجنسگرا، رحم زنان همجنسگرا، برای اینکه اینا دیگه باز تولید نکنن نوع خودشون رو. در حقیقت علم ضرورتا به دنبال کشف حقایقی نیست که روابط برابر رو ایجاد بکنه. ولی این سوء استفاده از علم ژنتیک
به این معنی نیست که داده های ژنتیک رو رد کنیم. به هیچ وجه. بس بر سر اینه که اون چه که در مطبوعات میاد تا اینکه بتونه برای بیننده عادی قابل درک باشه از علم، متاسفانه خیلی ساده شده علوم هستش. در حقیقت علم ژنتیک نوع بررسی و تحقیقش یک نوع هست، نوع دیگه ای داریم که تو عرصه روانشناسی به این تحقیق میپردازه و عرصه دیگر عرصه مسائل اجتماعی هستش. نمونه هایی که ما داریم که در واقع بعد از اینکه با ما مصاحبه کردن تعریفش رو دادن کم نبوده. ما نمونه هایی داریم که خودشون رو ترانسکسوئل میدونستن و بعد از اینکه با هم صحبت کردیم و بحث کردیم یا حرف زدیم یه فکر کردیم که خوباره من هم زیاد مشکل ندارم و فکر کنم من ترانسجندر هم بیشتر اصلا نمیشناسن بازها رو. در واقع نمونه هایی داریم که هورمون‌تراپی کرده عمل تغییر جنسیت رو انجام داده و در ترکیه با واژه لزبیان آشنا شده. یعنی امروز که ظاهر مردانی به خودش گرفته تحت تاثیر این عمل تغییر جنسیت بسیاری از بیماری ها و مشکلات رو به خودش هموار کرده، تازه فهمیده که یه چیز دیگه هم هست اسم لزبیان و ایشون هم شاید اونجوری زندگی کرده. این به این معنی نیست که فرد ترنس ما ندیم. دقت کنید، من دارم از فضایی که برای این انتخاب باید ایجاد کرد پاسخ شما رو هم بشنویم. آقای پرویز، شما هیچ حیوانی رو دیدین که آنلاین بشه و بحث بکنه؟ شما هیچ حیوانی رو دیدین که پای کامپیوتر بشینه، کامپیوتر اختراع بکنه؟ شما هیچ حیوانی رو دیدین که سنگسار بکنه هم نوع خودش رو؟ میبینین که ما انسان‌ها روابط و پیچیدگی‌های بیشتری داریم. مغز ما پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. ما قادریم خلق بکنیم، قادریم روابطمون رو تنظیم بکنیم و انتخاب بکنیم. ما بر اساس غریزه جنسی نیست که ارتباط می‌گیریم. ما بر اساس نیازهامون در جامعه هست که انتخاب می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم. این هست که من فکر می‌کنم مقایسه انسان‌ها اگر با حیوانات پیش بره، انسان‌ها باید خیلی چیزها رو تغییر بدن و در وهله اول تو روابط دیگر جنسگرایانشون به جای خشونت و این همه عوارض جانبی که برای زنان به خصوص به بار میاره، روابط دیگه ای رو تنظیم بکنن. من از طبق کارگر طلبکارم، ولی فکر نکنم طلبکاری من تأثیری بذاره، چون نمیتونه عملا این بدهی رو پرداخت بکنه. بدهی بزرگیه. این بدهی سر وظیفه طبقاتی اونهاست، وظیفه طبقاتی که شما اتفاقا به عنوان نمایندگانشون. من اساساً از کارگری که صبح تا شب میره کار میکنه و با هزار یک مشکل تو جامعه ایران برخورد داره، شاید انتظاراتم خیلی پایین باشه. ولی از کسانی که ادعای نمایندگی اون طبقه رو میکنن و به عنوان حزب یا سازمان اون طبقه میخوان صدای اون بشن، شعاراشو تعیین میکنن، براش راهنمود میدن، براش روز تعیین میکنن، براش اینجا لابی میکنن توی مجامع بین‌المللی، انتظاراتم متفاوته. بله، از کسی که خودش رو فعال سیاسی میدونه و ادعا میکنه که در اطلاع جامعه ای برای عدالت اجتماعی داره مبارزه میکنه، بله انتظارم زیاده و بسیار طلبکارم. برای اینکه اتفاقا دوستان عزیز، بحث بر سر این نیست، سپر اشاره کرد، بحث بر سر این نیستش که ما حق زندگی خصوصیمون رو از کسی طلب کنیم. به هیچ کس ربطی نداره و آدم ها دارن این زندگی رو میکنن، خیلی هاشون هم موفقیت آمیز. بحث سر این که ما داریم حق اجتماعی خودمون رو و حق سیاسی خودمون رو طلب میکنیم. در واقع میخوایم توی مناسبات موجود رول خودمون رو اونجور که شایسته است بازی بکنیم. هر کدوم از ما هم جایگاه اجتماعی متفاوتی دارن، تأثیرات اجتماعی متفاوتی دارن، بعضیمون تونستن، بعضیمون نتونستن. من وقتی با بچه‌هایی که تازه از ایران اومدن مصاحبه میکنم، بسیاری از بچه‌های گی، این در مورد بچه‌های لزبیان کمتر صادقه، بسیاری از بچه‌های گی تحصیلات دیپلم ندارن. شما فکر می‌کنید آدمای کم‌هوشی هستن؟ من برای شما آدم مثال می‌زنم، تو مدرسه استثنایی ها می‌رفته و مجبور شده دوم دبیرستان ول کنه. یعنی بله، بدهکار این جامعه به این آدما، برای اینکه تو خیابون کارگر ساختمانی می‌گیره بهش تجاوز می‌کنه. جامعه‌ای که نه دنبال این میره که قانوناً از اینا حمایت کنه و هر جایی ضعیف می‌بینه میره سراغ کشتنش، این جامعه اشکال داره، جامعه بیماره. ما به لحاظ فرهنگی توی این 33 سال جمهوری اسلامی یک اتفاق جدی توی جامعه ایران، کسانی که ادعا میکنن انقلاب بعدی ایران یک انقلاب جنسی و ضد مذهب است شوخی میکنن. امروز 19 نوامبر ساعت 7:30 اولین نشست زنان لزبیان ایرانی رو که از کشورهای مختلف و اگه بخوام دقیق بگم از انگلیس، سوئد، فرانسه،
و آلمان و همینطور بچه هایی که از ترکیه و ایران چه حضوری چه از طریق اسکایپ ما رو همراهی میکنن. در حقیقت میخواییم سر مسائل مختلفی که موضوع بسیار برای هممون و اینکه بدونیم چیکار میتونیم بکنیم برای آینده زندگی هامون و اصولا تغییر فرهنگی که در اتاق مسئله لزبیانیسم و همجنسگرایی مسئله کویر هرکی با تعاریفی که ارائه میده بحث بول ترانسکسوالیتی و غیره اینا رو بتونیم تو این دو روزی که با هم هستیم بحث بکنیم و احیانا راهکارهاشو و راهکارهای عملیشو پیدا بکنیم. خود خیلی بده که ما برای انتخاب مسیر زندگیمون انقدر فشار رومون باشه و این جامعه هم داره دائم به میزانی که ما مبارزمون رو تشدید میکنیم و علنی‌تر راجع به این مسئله حرف میزنیم علنی‌تر حمله میکنه و لازمه که حداقلش اینه که ما پشتوانه و پشتیبانی همدیگر رو داشته باشیم. سر مسئله همجنسگرایی لزبیانیسم اعدام همجنسگرایان در ایران حرف زده میشه، برای من یه موضوع عام نیست. برای من هر زندگیه که نمیتونه انجام بشه، برای من هر کسیه که نمیتونه اونجوری که دلش میخواد با کسی که دوست داره تو خیابون راه بره باهاش روابط اجتماعیشو تجربه بکنه و غیره. شما نیاز داری همراه و شریک زندگیت هم باهاش زندگی اجتماعی داشته باشی و این حق سلب شده است کسانی که تو ایران زندگی میکنن و به خصوص با مسئله جرم انگاری همجنسگرایی فشار بسیار زیادی میاد که به نظر من نباید دست کم گرفته شه، دائم باش سرش حرف زده شه. من حدود دو ماه پیش توی کوتاه میکنم میخوام ببندم بحث رو، توی هامبورگ سخنرانی آلمانی داشتم، بعد این آلمانی ها گفتن که شما آرزو تا حالا بگو، خیلی هم سالا خیلی شروع بود برای من، خیلی غیرعادی بود. بعد گفتم خب حالا آرزو تو بگو، خندیدم گفتم آرزو اینه که یه اوارد ببرم، بعد گفتن نه واقعا، گفتم نه این شوخی کردم، چون من اگه بخوام آرزوم به شما بگم شاید برای شمایی که اینجا نشستین و دارین روی این حرف میزنین که یعنی سر مثلا بیمه همجنسگرایان حرف میزنین، سر حق ازدواج و غیره و غیره، شاید یه مقدار اصلا من شما رو جو رو غمگین بکنم، برای اینکه من آرزوم خیلی کوچیکه و آرزوم اینه که حکم اعدام از سر همجنسگرایی تو ایران برداشته شه و این اصلا نمیخوره به این همه خواستهایی که شما دارید و غیره. سوال بعدی من البته امشب درک کردم، ولی چرا برای پرداختن به این موضوع همجنسگرایی خیلی مهم است؟ ببینید به نظر من یکی از نقاطی مسئله همجنسگرایی و قوانین مربوط به اون که در واقع برگرفته از اسلام عنوان میشه ولی در جامعه اسلامی در جامعه ایران توسط جمهوری اسلامی یکی از چیزهایی است که اگه دقت بکنین امروز یکی از اتهاماتی است که به سری از زندانیان سیاسی هم میزنن، یعنی اینکه همین الان در تو خانم نسرین ستوده برگشتن توی یکی از ارگان‌های رژیم سایت‌های رژیم نوشته که روابط غیر اخلاقی با خانم شیرین عبادی داره. یعنی چی؟ همه ما میدونیم که این یک تهمته، اما این تهمت چرا طرفدار داره تو جامعه؟ برای اینکه جامعه تابو زده است، جامعه به این مسئله عکس العمل نشون میده و رژیم از این مسئله سوء استفاده میکنه. برای همین هستش که ما معتقدیم ما باید این تابوهای اجتماعی رو اونقدر باهاش مبارزه بکنیم که دیگه باعث به اسارت کشیدن کسی نشه، خفه کردن کسی نشه. همین مسئله رو ما قبلا در طور روابط زن و مرد داشتیم، چون تو جنبش اعتراضی اخیر خیلی از زندانیان سیاسی رو بهشون فشار می آوردن که بیان رابطه جنسی شون اعترافات تلویزیونی بکنن. همجنسگرایی، روابط جنسی خارج از ازدواج و بسیاری روابط اینجنین متاسفانه تو اخلاقیات تعریف شده حاکم تو جامعه ما تابو هست، انحرافی هست و ما باید سعی کنیم اینجا از حرمت انسان‌ها، از آزادی انسان‌ها دفاع کنیم و به این دلیل هست که من به این بحث می‌پردازم. زمانی که 16 سالم بود عاشق دختری بودم که با هم رابطه عاشقانه داشتیم. این منم. با هم با اومدن و نزدیدن با اومد به من حس اهمیتی میداد که تا سالیان بعد دوران فرارم و پس از اون برای من همچنان عامل یا انگیزه برای ادامه زندگی بود. توی دوران فرار من هم نقش بسیار تعیین کننده ای داشت. همیشه وقتی تو رویاهام خودم رو با اون تصویر میکردم یه جایی توی بالای یه خونه مشترکی دو تایی دست هم گرفته بودیم که آسمون نگاه میکردیم از با هم بودن لذت میبردیم. این خونه تصویر یه خونه بودش که من توی فیلم تلویزیونی دیده بودم که صاحب خونه زن و شوهری بودن که عاشق هم بودن و خیلی رابطه عاشقانه داشتن و اما اون صاحب خونه ها دو تا زن نبودن،
یک زن و یک مرد بودن. در واقع یک چیزی باید در این رابطه ما تغییر میکرد تا ما بتونیم اون شکل از زندگی رو پیش بگیریم. من دو چرخ سوار خوبی بودم، مثلا دو چرخ ساز محل بودم. بهترین نوادی چی کار من بود؟ شجاعت هم در واقع به نظرم نمایشی بود که مامانم با من توسط فانون میداد. درسم خوب بود، لباس پسرانه میپوشیدم، رانندگی رو توی آسستانگی یاد گرفتم و اولین تصادف بزرگم هم موقع کرده بودم. موقع سواری میکردم، از سواری میکردم و اصلا از دامن و موی بلند حالم برد میشد. و یکی از دلیلی جدی من با خانواده که مامانم همیشه رو ببینید دامنه مثلا اینقدره این کس شهره رو میشه از اون رو برد بخیر و دائم سعی میکردم من تشویق بکنم به دامن پوشیدن و موی بلند. موهام آقای والدی تو معلم نمیزد، آرشگر مردونه بود. بابا با آبری ما رو بینش پیش آقای والدی، ولی اصلا آقای والدی نمیدونست من دخترم. توی خیابون هر وقت به زنی دستم میخورد توی تاکسی سوار پیاده شدم و گفتم بفرمایید خانم، شوهرش دعوا میکنه، گفت دست تو بکش و بده. در واقع دائم به عنوان پسر و سالمرد البته توی جمهوری اسلامی به من کمک که بدون حجاب اسلامی بتونم بگردم و تو دستگیری هم خاطرات بسیار شاید بامزه‌ای دارم از دست دادن به بدنم و غیره که جایی دیگه تعریف بکنیم وقتی ما خیلی تنگی متاسفانه. ادهی میگوین پرداختن به این موضوع از اولویت برخوردار نیستی، شما چی میگوین؟ من میگم که اولویت برای کی؟ بله برای یه نفر که با این مسئله روبرو نیست و اصلا مسئلهش نیست، این مسئله مهمی نیست. این اینو که شما بگین ایجاد تشکل‌های کارگری از اولویت برخوردار نیست، بعد من میگم که بله شما کارگر نیستین که یکی این رفیق کردمون برگشت گفت رفیق شادی آخه یعنی میگه همجنسگره ها رو کنار خلق کرد بیاریم. بعد من همینجوری خندیدم گفتم کردشم داریم ترکشم داریم و سالن رو ترک کردم. و شب ما یه کمیسیونی داشتیم، کمیسیون رستگی به اینکه چجوری فرموله بشه. من اینا رو میگم جزو موفقیت ها و پیروزی هامونه. رفیق پدر اون موقع 60 سالش بود، هایده درگاهی بود، من بودم، دو نفر دیگه تو این کمیسیون بودیم. ما تونستیم اینو تصویب کنیم. این اولین سندی است که بیش از 70 جریان و گروه سیاسی واژه همجنسگرایی رو مشخصند و دفاع ازش رو مطرح میکنن. در باز تکثیر این اطلاعیه این واژه حذف شده. یعنی بعدن اجازه بدین بعدن که این دوباره این سندها دوباره باز تولید شد این واژه هست شده از تو بیانیه اصلی، مهم نیست، ولی تصویب شد، پخش شد، اون موقع هم به آلمانی هم فارسی در اختیار جای مختلف قرار گرفت. میخوام اینو بگم، میخوام بگم که در واقع بحثی که خیلی به طور جدی برای همه ما مطرحه اینه که هر کسی وظیفه و مسئولیت خودش رو در تو دیدن رابطه ساختارای سرکوب بهش اهمیت بده. حدود 2.5 سال هستش که عدالت برای ایران پروژه‌ای رو در دست اجرا داره به اسم جنایت بی عقوبت که موضوعش بررسی و تحقیق حول شکنجه و آزار جنسی زندانیان سیاسی زن در طی 3 دهه گذشته هستش. ما امروز در واقع این برنامه رو برگزار کردیم برای اینکه پایان گزارشمون رو اعلام بکنیم که حاصلش در 2 جلد کتاب فارسی، 1 جلد مختص دهه 60، دهه 60 به انگلیسی هم منتشر شده و 1 جلد مختص دهه 70 و 80 هستش. امروز با حضور عده‌ای از شاهدان و روایتگران پروسه تحقیق ما این برنامه برگزار میشه. اساساً بخشش یک امر اخلاقی است. هر کسی میتونه ببخشه یا نبخشه، جنایتی برش روا شده باشه، ازش بگذره یا نگذره. اصل بر این است که شما زمانی میبخشین که کسی از شما طلب بخشش بکنه. زمانیش کسی میتونه از شما طلب بخشش بکنه که تمام حقیقت رو برای شما عیان کرده باشه، بگه چرا، چه کرده، در چه مواردی. ما با این پروسه اساسا تو ایران روبرو نیستیم، یعنی کسی رو نداریم که اومده باشه و گفته باشه من تو این بخش، تو این جنایات سهیم بودم، تو این تصمیم گیری ها دخیل بودم. و به همین دلیل اساسا بخشیدن معنا پیدا نمیکنه. اما من از شما خواهش میکنم به یاد تمام کسانی که به دلیل گرایش جنسیشون، به دلیل تعلق
جنسیتشون، به گروه های اجتماعی که تحت ستم بودن و به این دلیل زندگی هاشون تباه شده یا جانشون رو باختن، خواهش میکنم به کافیتون برید دل به سکوت کنم.